پخش میشه ان شاء الله. دستم خیلی عوض میخوام به متهم میزنی فردا یه قانون جداگونه داره اینا. آدم خودش میشه متهم اثر انگوش. رفتم آقا از من چیز کرده اینا. نه من خودم اصلاح طلبم، من خودم تو روحانی رای دادم، من فکر نکنم. عرب میاد میگه اینجا چشه بازاریم، مغازه چه چشه بازاره، من مشتری میبینی؟ اینجا چشه بازاریم. آقا حس خوبی داره پشت در. بریم. ما حاضریم جمعون عوض کنیم. نه باشی شما ما مرمان. ملت سلام، چک های برگشتی سر به فلک کشیده. از طرفی ربنای آقای شجریان هم از تلویزیون پخش نمیشه. حالا اینکه این دوتا با هم چه ارتباطی داره ما رو پیگیری کنید. با ما همراه باشید با آرمان پلاشه از آرمان تیوی. آقا سلام. با چک سر و کار داری؟ بله کلن کارمون با چک دیگه تا دلت بخواه. چی میشه یه چک برگشت میخوره؟ اصلا چک چرا باید برگشت بخوره؟ پول تو حساب نماشه برگشت میخوره دیگه. چی میشه پول تو حساب نمیاد؟ رکوده، رکود، هیچ خبری نیست. حاسبی نیست، بازار رونق نداره. از آمار چکای برگشت خورده خبر داری؟ آره خیلی زیاد شده. میگن که خیلی بالاست. اصلا یه رقمایی میگن وحشتناکه. خیلی. میگن 20-25% تو بانک همیشه برگشتی هست. سال 91 بود 480 هزار تا، سال 95 شد 1,400,000 تا، یعنی یه چیزی حدود 3 برابر رفت بالا. از هر 5 تا چکی که میره بانک یکیش برگشت میخوره میاد. خب فکر می‌کنی چرا انقدر زیاد شده؟ بخاطر نبود پول تو بازار دیگه. وقتی کاسبی نباشه من کاسب چک میدم میره بازار، از اونور جنس هم فروخته میشه نمیتونم پاسش کنم، برگشت میخوره دیگه طبیعتا. چکت برگشت خورده؟ نه. چک برگشتی داشتی؟ خیلی. زیاد. مغازه دارید چک؟ بله. برگشت خورده؟ آره. البته الان اینجا اینا جدیداشه. همین تو همین دو سه برگشت خورده. وضعیت خوبه؟ چند تا چک؟ 2 میلیون تومانیه. اینم دوباره 2 میلیون تومانیه دیگه است. اینم که اینم پاس نکرده 5 میلیونیه. ای میگه نگره 27 یک. اینا همه برگشتی. خب اقتصاد ضعیفه دیگه. الان شما نگاه کن این بعض بازاره دیگه. مثلا الان این تایم اوج کار ما باید باشه دیگه. الان شما تو این راسته بازار میری 10 تا مغازه خالیه. هیچ موقع بازار هیچ موقع مغازه خالی پیدا نمیشد. الان هیچ کاسبی نیست. طرف مونده چیکار کنه؟ مجبوره. خب نمیتونه چکی شما رو پاس بکنه. این روند ادامه پیدا کنه چی میشه؟ والا با جمع کنن این همین بقیه کاسبی که الان اکثرا دارن جمع میکنن. هیچ بازار نابود شده، نابودتر میشه. فکر نمیکنم تا 2 ماه دیگه کسی بتونه دووم بیاره. از چک برگشتی و از وضع کاسبی اینا. دغدغت زمان افطار چیه؟ دغدغمون این که انشالله رو سفید باشیم دیگه. دغدغمون زمان افطار همین چک برگشتی ها. دغدغه شما کار فرداته که آقا مثلا چجوری کاسبی کنی؟ یعنی که دغدغت اینه که صدا و سیما فلان ربنا رو پخش کنه، مثلا ربنای و شجریان رو پخش کنه یا نه؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ من که چلو هیچ که فکر نکنم دغدغش این باشه. ربنا که پخش بشه یا نه چه فرقی به حال من نداره، چه که باید پاس بشه. اصلا ربنای و شجریان برای من مهم نیست. نه دوستشون دارم استاد شجریان رو گوش میکنیم، ولی فکر نکنم توی این برهه زمانی فکر نکنم کسی دغدغه استاد شجریان رو داشته باشه. وگرنه من خودم اصلاح طلبم، من خودم تو روحانی رای دادم، ولی فکر نکنم تو این یه مورد فکر نکنم هم با آقای روحانی بود. با فکندی گیلو چند؟